سلام به همه دوستان خوب و عزیزم. امروز میخوام دسر مقوی و خوشمزه رنگینک رو آموزش بدم. رنگینک نام شیرینی سنتی در جنوب کشورمونه که بیشتر در مناطقی چون فارس، هرمزگان، خوزستان و بوشهر درست میشه. مواد اصلی تشکیل دهنده آن خرما یا رطبه که با مخلوط شدن ادویه های چون دارچین و زنجبیل و هل، همچنین آجیل و آرد یک ترکیب مقوی و انرژیزا ساخته میشه. رنگینک ماندگاری بالایی داره و تقریبا یک ماه در یخچال و یک هفته در دمای بیرون قابل نگهداریه. رنگینک به دلیل داشتن طبع گرم و انرژی زیاد برای افرادی که دارای فشار خون پایین هستند بسیار مناسبه. ترکیب مواد رنگینک سبب درمان ضعف و ناتوانی موقتی از دست رفته بدن همچون قلب، کبد، مغز، مفاصل و عضلات میشه و با احیای نیروی انرژی مضاعف و گرمی بدن سبب تقویت قوای جنسی و جسمی افراد شده و باعث تقویت سیستم دفاعی بدن میشه. مواد لازم برای تهیه رنگینک: 2 لیوان بزرگ آرد، 1 بسته رطب در صورت تمایل، شکر به میزان دلخواه، زنجبیل، دارچین و پودر هل از هر کدوم 1 الی 2 قاشق مرباخوری، 200 گرم کره، گردو به میزان لازم و برای تزیین انواع آجیل. ابتدا هسته های همه رطبا رو با نی خارج میکنیم و باید داخل هر خرما 1/4 مغز گردو بذاریم. خرما سرشار از ویتامین های A، B، C و E می باشد. همچنین دارای فلزات معدنی مانند فسفر، کلسیوم، آهن، یود و منیزیم است. منیزیم موجود در این میوه شیرین خاصیت ضد سرطانی داشته و همچنین برای شنوایی، بینایی، درد کمر و درد مفاصل و درمان سینه و ریه نیز مفیده. خرما به علت داشتن منیزیم انرژی عضلانی بدن را تقویت میکنه و نیروی عمومی بدن را افزایش میده و فسفر و منیزیم موجود در اون موجب تقویت حافظه میشه. بعد از آماده شدن رطبا 2 الی 3 لیوان آرد رو الک میکنیم و با حرارت ملایم حدود 5 دقیقه تف میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. سپس 200 گرم کره رو اضافه میکنیم. برای رنگینک نباید از روغن مایه استفاده بشه چون روغن مایه باعث شل شدن رنگینک میشه. همچنان حرارت رو باید ملایم نگه داریم. حرارت زیاد باعث سوختن آرد میشه. آرد رنگینک نباید زیاد تف بخوره. کره باید کاملا جذب آرد بشه و وقتی رنگ آرد طلایی شد از روی حرارت برمی‌داریم. وقتی کمی خنک شد 3 الی 4 قاشق شکر اضافه می‌کنیم. اضافه کردن شکر اختیاریه و سپس پودر هل، دارچین و زنجبیل از هر کدوم 1 الی 2 قاشق اضافه میکنیم و کاملا مخلوط میکنیم تا مواد یک دست بشه.
سپس مواد را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم و به اندازه قالب مورد نظرمون کاغذ روغنی می‌بریم و داخل قالب قرار می‌دیم. نصف مواد را داخل قالب می‌ریزیم و با پشت قاشق کاملا صاف می‌کنیم. همه رطبا رو به ترتیب کنار هم می‌چینیم. و باقی مانده مواد آردی رو روش می‌ریزیم. با پشت قاشق فشار میدیم تا کاملا صاف و یک دست بشه. تو این مرحله میتونید با پودر پسته یا پودر آجیل مخلوط سطح رنگینک رو تزیین کنید و یک ساعت داخل یخچال قرار بدین تا بسته بشه و راحت تر بتونید برش بزنید. میتونید ابتدا داخل یخچال قرار بدین، بعد برش بزنین و با پودر نارگیل، پودر پسته، دارچین، کنجد، خلال پسته و بادام و انواع آجیل تزیین کنید. رنگینک برخلاف اغلب شیرینی ها بسیار مغذی و مقوی، قدرت سیرکنندگی بالایی داره و فوق‌العاده انرژی‌زاست. این دسر خوشمزه با چای داغ دلچسب‌تر میشه. حتما درست کنید و در کنار عزیزانتون میل کنید و لذت ببرید. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو منو همراهی کردین. امیدوارم هر جا هستین تنتون سالم باشه. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.